درود به همه شما دوستان عزیز و مهربون، هر جا که هستید امیدوارم حالتون خوب باشه. فرهاد متقی هستم، خبرنگار مستقل که از اخبار خاموش در خدمت شما هستم با یک ویژه برنامه که دیروز در برنامه قولش رو داده بودم. میخوام امروز بالاخص در مورد یه دونه از خبرنگار بی بی سی صحبت کنیم که دیگه اسنادش کاملا مشخصه، رزومش نشون میده که چقدر با جمهوری اسلامی در ارتباط بوده، ولی الان که به حال شرایط براشون شرایط بسیار حیاتیه، به خاطر اینکه اگر نظام بیفته قطعا اسناد و مدارک خیانت های اینا، رد و بدل شدن پول و بقیه مسائل کاملا رو میاد و ازش سند وجود داره و نمیدونن دیگه کدوم سوراخ موشی باید قایم بشن. بریم یه صحبت دقیقی در مورد موضوع داشته باشیم، یه سری از عملکرداش هم با همدیگه بررسی خواهیم کرد. قبلش فقط خواهش میکنم اگه تا حالا در کانال سابسکرایب نکردید لطفا سابسکرایب کنید، ممنونم میشم اگه ویدیو رو لایک بزنید و در فضای مجازی به اشتراک بگذارید. بریم سراغ این خانم رحیمپور رو بی بی سی ببینیم چی میگن. خیلی از این خبرنگارا بودن که بعدن با یه واژه به نام مالکش اینا معرفی شدن در بین مردم، به همدیگه کسایی بودن که در برهای حساسی که مردم زیر گلوله و آتش و سانسور و همه اینا بودن، توقع داشتن که هموطنشون که ادعا میکنه انسانی آزاد است و در یک رسانه که اون رسانه هم ادعا میکنه رسانه آزاد و مستقل هستش، صدای مردم شنیده بشه. اما این افراد کسانی بودن که نه تنها صدای مردم نبودن، بلکه یا جنایت رو منکر میشدن یا توجیه میکردن یا ضروری میدونستن. منکر میشدن، میگفتن آقا کی بوده، کی گفته همچین چیزی نیستش، کی گفته مردم مردن، کی گفته گلوله خوردن، یا توجیه میکردن، میگفتن که آره اونجا آخه منافقین و مجاهدین مسلح اومده بودن باید انجام میشده، یا اینکه میومدن اینجوری میگفتن که اگر این اتفاق انجام نشه بعد براندازی میشه، بعد ایران تجزیه میشه، بعد مردم بدبخت میشن، به خاک سیاه میشن. که خیلی از اینا رو اگه واقعا به گذشتهشون برمیگشتیم مشخص بود دیگه، کسی که در کشور آزاد داره زندگی میکنه، گهگداری چادر گرگوری سرش میکنه و میشنه در مورد حجاب و شفقت و رحمانیت اسلام صحبت میکنه، معلومه دیگه کسی که اعتقاد نداره خودش داره بی حجاب میچرخه ولی جلو دوربین حاضره که همه شونات اسلامی رعایت کنه، معلومه که آدم درویه و اگر پول خوب بهش بدن همه کار میکنه. Feel that connection with them. Vous êtes assise sur les mêmes pierres que d'autres fidèles avant vous. Vous êtes reliée à l'avenir et au passé. You're connected to the future and the past. I think it's a religion of peace. L'islam est une religion de la paix. Peut-être certains s'en font-ils une fausse idée, mais c'est une religion de la paix. Une religion de la sérénité, si on en capte le véritable esprit. همون موقعش هم این سوال خیلی مهم بود که پرسیده بشه، شما که انقدر به اسلام و شرایطش و رحمانیتش اعتقاد دارین، چرا دارید در سرزمین کفر زندگی میکنید؟ جای شما در نجف و کربلاست، در تهرانه و انگلستان حیفه. یکی از زیبایی های سابقه کار رنا رحیمپور اینه که بیشتر از هر خبرنگار دیگه‌ای در برنامه زنده هیکلش گل گرفته شده. یعنی بارها خواسته از اون هوش نداشتش استفاده کنه، حرفی رو در حضور مهمان از قول مهمان بزنه، خواسته واقعیت یا حقیقت رو اجرای بچرخونه، سکوت مهمان رو بگیره تا بعدن بتونه بر اساس همین سکوت بگه تایید کرده بوده، ولی هر سری هم باش خیلی چکشی برخورد شده، به خاطر اینکه در حالا بعد حرفه کار مثلا در شبکه که حداقل اسمش گنده است، گرچه مخاطباش بسیار کمند مثل بی بی سی، انجام دادن این کارو بسیار قبیح و زشته، اونم با مهمونایی که خیلیشون سمت‌های بسیار مهم سیاسی داشتن. گذشته مردم ایران اعتراض کردند و هر بار به شدت سرکوب شدند توسط نیروهای جمهوری اسلامی، صدها نفر کشته شدند، هزاران نفر به زندان افتادند. به نظر نمیاد که مردم ایران به تنهایی، مخالفان به تنهایی توان تغییر رژیم در ایران رو داشته باشن. نظر من حکومت ایران واقعا کمترین میزان حمایت رو در 41 سال گذشته رو داره از زمان. ولی پاسخ سوال من رو ندادید آقای بولتون. شما میفرمایید که از طریق برخ خیزش مردم میشه رژیم رو در ایران تغییر داد. ببین اگه شما یک بار دیگه وسط حرف من بپرید، من اجازه نمیدم که این مصاحبه ادامه پیدا بکنه، نمیذارم شما طرف من صحبت بکنید. چیزی که من قبلا گفتم این هستش که دولت ترامپ هرگز حاضر نشد سیاست تغییر حکومت رو اتخاذ بکنه و برای همین این دست آمریکا رو بسته برای انجام کارهایی که بتونه به نفع مردم ایران باشه.
رنا رحیم‌پور نهایت تلاشش رو میکرد که هر اتفاقی که در داخل کشور داره میفته، هر بدبختی که مردم رو دارن باش دست و پنجه نرم میکنن رو هر طوری میتونه یه جوری ربط بده تحریم ها، ربط بده ترامپ، تا هواپیمای اوکراینی رو که پی 752 رو که نظام زد سپاه گردن گرفته بود که مقصره. همه بیانیاش اومده بود، هنوز رنا رحیم‌پور سعی کرد با افرادی مصاحبه کنه و یه جوری از اونها تایید ضمنی بگیره که اگر سپاه پی 752 رو زده مقصرش دونالد ترامپ، گرچه که هیچ موقع نتونست این تاییدا رو بگیره و فقط میزان نفرت عمومی رو از خودش و کارکترش و شبکه‌ای داره که اونجا داشت کار میکرد و روز به روز بیشتر میکرد. اینم مصاحبهش با مورگان اورتگاست که به حال سخنگوی سابق کاخ سفید در زمان دونالد ترامپ بوده. تاریخ رو به 1 هفته و 10 روز گذشته در واقع خلاصه کرد. اگر که دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای که به هر حال یک توافق بین‌المللی بود خارج نمی‌شد، اگر که تحریم‌های شدیدی علیه ایران وضع نمی‌کرد، اگر که ایران رو وادار به واکنش نمی‌کرد، اساساً فضا به این سمت پیش نمی‌رفت که ما الان به اینجا برسیم. نه، من فکر میکنم که شما در کل طول این مصاحبه همچنان دارین پروپاگاندای رژیم تهران رو ادامه میدین و من متاسفم که شما همچنین تصمیم میگرفتید. رژیم تهران مسئول رفتار خودش هست. اونها این رفتار خودشون رو در سال گذشته داشتن، نه فقط به خاطر اینکه این دولت، نه به خاطر اینکه این دولت از برجام. اما خب تلاشای رنا رحیم‌پور در همینجا ختم نشد. یه تکنیک قدیمی وجود داره، وقتی شما میخواین حرفی رو به جایی برسونید ولی میخواین گوینده حرف خود شما نباشید، معمولا میرید در کنار اونجا وای میسید، مثلا دارید با موبایل صحبت میکنید و کلماتی که میخواین طرف مقابل متوجه بشه رو بلند بلند میگین، یا با دوستتون دارین صحبت میکنید حرفا رو شروع میکنید بلند بلند زدن تا طرف مقابل بشنوه. حالا یه زمانی که جوان‌تر بودیم هممون، موقعی که می‌خواستیم به دختر شماره بدیم میرفتیم بغلش با یکی از دوستان بلند شروع کردیم حرف زدن و شماره تلفنمون رو بلند بلند میگفتیم که اون خانم بگیره و حالا امید داشتیم شاید زنگ بزنه شاید نزنه. یعنی میخوام بگم این تکنیکیه که خیلی استفاده شده و دقیقا از همین تکنیک رنا رحیم‌پور استفاده کردش در این فایلی که میگن تقطیعی شده و کار سپاهه. دقیقا تمام دیالوگ هایی که سپاه لازم داره بگه و مرتب در فارس و تسنیم و غیره داره میگه، یهو خیلی عجیب و غریب در یک مکالمه کوتاه بین رنا رحیم‌پور و مادرش رد و بدل میشه. دو ویژگی داره این فایل. یکی اینکه اگر واقعا رنا رحیم‌پور اینجوری فکر میکنه، بلند شه بره ایران زندگی کنه، چیکار میکنی؟ اگر واقعا یه نظری داری که نظرت با میلیون‌ها ایرانی متفاوته، چرا باید بری تو رسانه؟ آخه تو باید بری برای تسنیم بسازی، باید بری شبکه موج کار کنی، چون نظرت به نظر اونها خیلی شبیه‌تره تا نظرت به نظر مردم. و مطلب دوم این که چرا هر چیزی که اونا میخوانو شما تو این مکالمه گفتی، علیرغم بازی بسیار ضعیف مادرش که معلومه تو صورت رادیویی هم خیلی بازیگری تسلط نداره، برای اینکه نوع تعجب کردنش و سوال پرسیدنش کاملا تصنعیه. اینو ببینیم بعد در ادامش در خدمتون خواهم بود. نگران کننده ای که مثلا من دیروز شنیدم اینه که اینترنشنال رو اساس دستور دادن که فقط با رهبران احزاب در ایران مصاحبه کنن. آها. خب یعنی نزدیک احزاب کرد، احزاب لور، احزاب عرب. الان باید نکته فهمید نکته من چیه. خب بله فهمیدین نکته من چیه. این جای نگرانی داره. ببینید کشورهای منطقه ایران دموکراتیک که نمیخوان. اگه ایران دموکراتیک بشه، جنبش زنان را بیفتن، حقوقشون رو بگیرن، اولین جایی که وحشت میکنه عربستانه. بله اینا که به دنبال آینده ایران که نیستن، الان شروع میکنه دادن به قبل جدایی تا اینا یک ایران پیچه پاره تضعیف شده میخوان. بله صحبت هایی که شنیدید چند تا هدف مختلف رو داشت با هم میزد. یعنی حداقل اگر باهوش بودن و صورت سریالی میکردن، هر سری یه فایل میومد که یه نفر رو داشتن توش میزدن،
شاید قابل باورتر بود. اما هم از آینده ایران آزاد میترسونی، هم بزرگترین ترس نظام که الان مثلا شبکه ایران اینترنشناله اونا رو میای میگی طرفدار تجزیه‌ان، کمبودات فقط بیا مثلا دو سه تا اسم براندازای اصلی هم بگی و یه تهمت هم به مثلا فاطمه سپهری بزنی و به حسین رونقی و غیره. بابا خورد خورد برید جلو، سعی کنید که یه جوری باشه که حداقل اگر اینو توی فیلم سینمایی خودتون دیده بودید میتونستید حد بزنید که قابل باور میتونه باشه. اما روند کاری شبکه ایران اینترنشنال که به خاطر اطلاع رسانی خیلی خوب و دقیقش توی این مدت انقلاب پرشور کشور عزیزمون ایران شدیداً موی دماغ شده دیگه، به تهدید قتل پرسنلش و غیره رسیدن، خیلی عجیب غریبه که یهو رانو رحیم پور میاد شروع کنه در مورد صحبت‌هایی که خودش میگه پرسنل ایران اینترنشنال به ما گفتن که مدیراشون ازشون همچین چیزی خواستن، که این مسائل کاملا دور از ذهن در کشور دیگه، به خاطر اینکه قرارداد که امضا می‌کنه معمولا سیکرسی داره، هر کسی نمیتونه بگه آقا مدیرش بهش چه دستوری داده و غیره. مضافاً که در عمل ما همچین چیزی رو ندیدیم. درسته که به همه تریبون میدن و خیلی شاکیم که چرا باید بعضی از جریان‌ها هم تریبون داشته باشن، ولی همه جریان‌ها تریبون دارن. به غیر از اونم هیچ شخصی، هیچ شبکه پرفکت نیست. ما با اون بخشش کار داریم که داره اتفاقات داخل ایران رو، اتفاقات کف خیابون رو خیلی خوب و زیبا پوشش میده. انقدرم تونسته اعتبار برای خودش کسب بکنه که با جاهایی و کسایی مصاحبه میکنه که اصلا به بی بی سی پا نمیدن. بگذاریم، حالا من نمیخوام اینجا بیام وکیل مدافع ایران اینترنشنال بشم، ولی میخوام بگم که وقتی دشمن ما از چیزی بدش میاد، دشمن ما جمهوری اسلامیه، از چیزی بدش میاد، کسی اگر میاد از اون شروع میکنه در مسیر دشمن ما یا جمهوری اسلامی بد میگه، پس بدونید که اونم خودش بده و اون کسی که دارن ازش بد میگن حتما یه قدم مثبتی داره برای مردم برمیداره. اما خیلی جای مختلفی رانو رحیم‌پور صحبت کرده، مثل خیلی از اونایی که حالا یه چی بگم پوز روشن فکری خاص میگیرن و میگن اگر به ما اجازه میدادن ما میرفتیم ایران و غیره. رانو رحیم‌پور هم خیلی جا گفته، گفت اگر میتونستم میرفتم ایران. اتفاقا میخوام این خبر خوشو بدم که رانو رحیم‌پور میتونه بره به ایران به خاطر این خدمات درخشانی که تو این چند وقته داشته، مثلا آخریه که این فایل مصاحبهش اومد بیرون و غیره. امروز خبرگزاری تسنیم چاپ کرده، گفته آقا جون ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه گفته که میتونه برگرده رانو رحیم‌پور بیاد ایران. من فکر میکنم که یه کمپینی بهتر تشکیل بدیم، بگیم آقا به آرزود رسیدی رانا جان، برو ایران حالشو ببر، برو مستقیم احتمالاً یه بخشی از این شبکه‌های عبدوخیاری سپاه بدن دستت. میدونم که جرأتشو نداری بری، میدونم که اینا همش از راه دوره که شما میتونید یه پولی بگیرید و یه حرکتی بزنید، همونطور که تیریتا پارسی هم تا عمر داشته باشه پاشو نمیذاره شما هم نمیری، ولی به هر حال جایزتو گرفتی دیگه، الان شما میتونی بری ایران، کسی هم کاریت نداره، سخنگوی وزارت امور خارجه هم گفته. اما بریم فیلمی ها که بچه ایران اینترنشنال ساختن و خیلی بازتر و بهتر توضیح میده شرایط رانو رحیم‌پور رو، بریم اون رو ببینیم، بعد من در خدمت شما هستم. وکیل مدافع شیطان یا مجری بیطرف تلویزیون بی بی سی فارسی، انتشار فایلی صوتی از رانو رحیم‌پور خبرنگار تلویزیون بی بی سی فارسی که در آن علیه خیزش مردم ایران ضد جمهوری اسلامی سخن گفته. اینا که به دنبال آینده ایران که نیستن، الان شروع میکنن دارن روی طبل جدایی ترین یک ایران تیکه پاره تضعیف شده میخوان. بله و دارن خاک کوبن رو طبل دیگه. بلافاصله پس از انتشار این فایل، او با انتشار پستی در صفحه اینستاگرامش سخنانش را تایید کرد، اما مدعی شد فایل مورد نظر صحبت‌های خصوصی او با مادرش بوده که شنود و منتشر شده. سپاه منتشر کرده از چندین تماس مختلفه و کلن حرف‌ها و جمله‌های من رو پس و پیش کردن و یه جوری ادیت کردن که عملاً به نتیجه‌ای که خودشون میخوان برسن. اما این حرفا نظرات حرفه من نیست، حرفای بین یه مادر دختره که راجب هزار تا چیز با هم حرف میزنن، حتی راجب برادرش. رانا رحیم‌پور انتشار فایل را خلاف خواسته خود و نقض حریم خصوصی خود و والدینش دانسته، اما سخنان او از لحظه انتشار دیگر خصوصی نماند و به سرخط اخبار رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران راه پیدا کرد.
مهمترین بازوی رهبر جمهوری اسلامی برای سرکوب معترضان، فساد سیستماتیک و دخالت‌های منطقه‌ای. روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران هم برخلاف رویه روزنامه‌ها در ایران که عکس زن بدون حجاب را منتشر نمی‌کنند، عکس رعنا رحیم‌پور را در سرمقاله‌اش منتشر کرد با تیتر یک دقیقه با رعنا. یک روز بعد رعنا همچنان در صفحه اول جوان بود، با این تفاوت که روزنامه سپاه در صفحه دومش نوشت رعنا رحیم‌پور افشا و تایید کرد که اپوزیسیون ایرانی به دنبال تجزیه ایران است. همصدا با بازوهای رسانه‌ای نظام. اینه دیگه، شوک اقتصادی، فشار به مردم، تظاهرات تو خیابان ریختن، کشته‌سازی، بعد تسلیح مردم، بعد تجزیه. رعنا رحیم‌پور میگوید حرف‌های او تختی شده، اما در فایل‌های منتشر شده در جملاتی که ابتدا و انتهایش مشخص است، او کشتار گسترده معترضین در ایران را نادیده می‌گیرد و حمله مردم خشمگین به بسیجی‌ها را نشانه جنگ داخلی می‌داند. واقعا خشونتی که از یه سری از این جوونا دیدم در این دو روز گذشته، ترسناک که من حتی یعنی یه شبش پنیک کردم، میره به سمت جنگ داخلی اگه همینطوری ادامه پیدا کنه. کشتار گسترده مردم کردستان و سیستان و بلوچستان به دست نیروهای سرکوب در ادبیات رعنا به تلاش رسانه‌ها برای تجزیه طلبی تعبیر شده. همون مردمی که در خیابان‌ها شعار می‌دهند، تکرار گفتمان رهبر جمهوری اسلامی که پس از کشته شدن 93 شهروند در زاهدان بدون ابراز تأسف تلویحاً از تجزیه طلبی گفت. خبرنگار بی بی سی فارسی تیغ انتقاد را به سمت ایران اینترنشنال گرفته. از اینترنشنال رؤساش دستور دادن که فقط با رهبران احزاب در ایران مصاحبه کنند. احزاب کرد، احزاب لور، احزاب عرب. الان باید نکته فهمید نکته من چیه؟ خبری کذب که نتیجه عدم سانسور همه اپوزیسیون با هر تفکری در چارچوب‌های حرفه‌ای است. تا جایی که مردم کردستان، سیستان و بلوچستان و خوزستان به عنوان شهروندان ایران هم می‌توانند در این رسانه حرف بزنند. همچنان که بی بی سی فارسی به تریبون اصلاح طلبان جمهوری اسلامی شهرت پیدا کرده. اما سخنان رعنا رحیم‌پور برخلاف آنچه خود ادعا می‌کند، صرفاً نظراتی شخصی نیست. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی یک روز پس از انتشار سخنان او در مصاحبه با سایت خامنه ای، ایران اینترنشنال را سازمانی تروریستی خواند و گفت عوامل این رسانه تحت تعقیب قرار می گیرد. خطیب هر گونه ارتباط با ایران اینترنشنال را ورود به حوزه تروریستی و تهدید امنیت ملی جمهوری اسلامی دانست. یک روز بعد جمهوری اسلامی از دستگیری الهام افکاری خبر داد، خواهر نوید افکاری، کشتیگیری که 2 سال پیش اعدامش کردند. اتهام او ارتباط با ایران اینترنشنال اعلام شد. همزمان وزیر ارشاد مستقیما به حرف‌های رعنا رحیم‌پور استناد کرد. در واقع گفتگوهایی که ناخودآگاه از توسط بعضی از این رسانه‌ها پخش شد نشون داد که چنین شبکه‌هایی به دنبال ایجاد ناامنی، به دنبال ایجاد تفرقه، به دنبال از بین بردن وحدت سرزمینی ما هستند. سخنانی ظاهرا خصوصی که حالا نه تنها خصوصی نیست، بلکه مورد استناد مقام‌های نظام برای برخورد احتمالی با کارکنان رسانه‌های خارج از کشور و همینطور بازداشت شدگان خواهد بود. اما این اولین بار نیست که رعنا رحیم‌پور سخنان مقام‌های جمهوری اسلامی را در ادبیاتش تولید می‌کند. در چارچوب اصول رسانه وقتی یکی از طرفین بحث حاضر نیست، مجری نقش وکیل مدافع شیطان را بازی می‌کند و مواضع طرف غایب را مطرح می‌کند. اما این در صورتی است که طرف غایب یکی از مقام‌های جمهوری اسلامی نباشد که حاضر به شرکت در گفتگو با رسانه‌های مستقل نیستند. اما رعنا 3 سال پیش در نقش وکیلی تسخیری در مصاحبه با سخنگوی وقت وزارت خارجه آمریکا مسئولیت سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران را به گردن ترامپ انداخت. خلاصه کرد اگر که دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای که به هر حال یک توافق بین‌المللی بود خارج نمی‌شد، اگر که تحریم‌های شدیدی علیه ایران وضع نمی‌کرد، اگر که ایران رو وادار به واکنش نمی‌کرد، اساساً فضا به این سمت پیش نمی‌رفت که ما الان به اینجا برسیم. در همین خیزش اخیر هم در شرایطی که معترضان چشم به حمایت جهانیان از خودشان در مقابل نظام سرکوبگر را دارند،
رهنا رحیم‌پور در مصاحبه با مهمانی که او را به چالش می‌کشد، خواهان عدم حمایت خارجی از معترضین شد. As soon as they feel that these protests are being supported by outside forces, they will use that as an excuse to use more violence against it and to crack it down. Right, but they'll do that no matter what. I mean, that's the thing that you sort of learn. عده‌ای از مخاطبان تلویزیون‌های فارسی زبان بی بی سی فارسی را به دلیل آنچه نزدیکی مواضعش با جمهوری اسلامی می‌دانند، آیت الله بی بی سی می‌خوانند و در جریان خیزش انقلابی هم عده‌ای از شهروندان در لندن مقابل دفتر این شبکه تجمع کردند. او اما دقیقاً به همان دیواری پناه برده که مقام‌های جمهوری اسلامی ساختند، متهم کردن معترضین به عوامل خارجی. خبرنگارش رو فرستادن جلوی بی بی سی تجمع کردن، بعد گزارش دادن که اعتراض مردمی علیه بی بی سی. همونا دنبال براندازی به هر قیمتی هستند. بی بی سی در آخرین به روزرسانی دستورالعملهایش از کارکنانش خواسته برای حفظ بیطرفی در مورد مسائل سیاسی یا موضوعات بحث برانگیز نظر شخصی خود را ابراز نکنند. اما بی بی سی فارسی که با پول مالیات ساکنان بریتانیا از جمله کارکنان ایران اینترنشنال اداره می شود، تا کنون درباره مواضع رعنا رحیم‌پور سکوت کرده. سخنانی که تبعاتش ممکن است امنیت همین پرداخت کنندگان مالیات و خانوادهشان را به خطر بیاندازد. ادامه این سکوت به معنای تایید مواضع رعنا رحیم‌پور در مقابل خیزش انقلابی مردم است، همان رویه‌ای که باعث شده برخی معترضان آنها را آیت الله بی بی سی بخوانند. درباره سخنان رعنا رحیم‌پور، خبرنگاری که بر اساس اسناد رسیده به دست ایران اینترنشنال حکم ممنوعیت معامله او در جمهوری اسلامی لغو شده، در حالی که تمام خبرنگاران ایران اینترنشنال و بسیاری خبرنگاران دیگر ممنوع المعامله‌اند، افتادن حجاب ریا از چهره کسانی که حالا دست کم به گفته خودشان در محافل خصوصی کلامشان آنقدر شبیه مقام‌های جمهوری اسلامی است که صدایشان قابل تفکیک نیست، حمله ظاهراً خصوصی به خیزش انقلابی مردم که جانهای زیادی را در راه آزادی از دست دادن و گوششان نه به این رعنا بلکه به جوانان رعنایی است که کشته شدن هر نفرشان نه تنها متوقفشان نمی کند بلکه خونی تازه بر رگهای آزادی خواهی مردم ایران می دمد. کرد، لور، عرب، بلوچ و گیلک همه با هم برای ایران. وقتی رعنا دقایقی با رسانه های سپاه پاسداران روی جلد است. مشتبه پور محسن، لندن. اما خب با تمام این مطالبی که دیدید و شنیدید، رعنا رحیم‌پور فکر میکنه که مردم ایران هنوز خیلی هم بهش بدهکارن، احساس میکنه که طلبش باید یه جوری وصول کنه و اومد متاسفانه همه ما رو از حضورش محروم کرد. اومد در یه پستی در اینستاگرام برای همیشه با ایران خداحافظی کرد، مطلبی که بسیار بسیار طنزه. نمیدونم توقع چه واکنشی رو داشته، بریم ببینیم چی نوشته، واکنشش هم با هم میبینیم. نوشته 15 سال کار خبری در تبعید، هزینه های انسانی و عاطفی، دوری از پدر و مادر، کار شبانه روزی برای رساندن صدای مردم ایران، همه هم جلوی دوربین و چشم خودتان برای قضاوتتان کافی نبود. معیار قضاوتتان شد فایلی که سپاه و رسانه های وابسته بهش منتشر کردند، تکه تکه و همونطور که میخواستند، درست مثل اعترافات اجباری که پخش میکنند. شما هم گویا اصلا مرا نمیشناختید و نمیدانستید کیم و حرف واقعیم چیه. همه این سالها تصور میکردم که برای مردمم کار میکنم، اما امروز فهمیدم عمرم رو تلف کردم. از تهیه کتابهای صوتی در روزهای تعطیلم درباره دیکتاتوری تا برنامه های ورزشی تا جلسه های عمومی با روانشناسان برای کمک کردن به حال روحی مردم، همیشه حس کردم وظیفه دارم از جایگاه اجتماعیم برای بهتر کردن زندگی مردمم استفاده کنم. وظیفه این نبود، اما تعلق خاطر احمقانه بود به وطن. منی که در آسایش و رفاه در لندن برای بیابی خوزستان بیتابی میکردم، منی که برای هواپیما سالها نوشتم و کار کردم، منی که برای متروپول نوشتم، درباره هفت تپه نوشتم، درباره مهسا و نیکا نوشتم و حرف زدم و صداشون رو به گوش انگلیسی زبانان رساندم، منی که میتوانستم به جای همه این کارها برای بچه های خودم وقت بذارم، به تعطیلات آخر هفتم بروم و مثل خیلی ها جوری رفتار کنم که ایرانی نیستم و از زندگی لذت ببرم، منتی بر سر کسی نیست، اشتباه کردم.
عجب مردمانی داریم. صادق هدایت خوب شناخته بودمان. اینجا من رسما نقطه پایان گذاشتم بر ایران. شما نه به دنبال حقیقت بلکه دنبال روی سپاه و رسانه‌های لندنی از جنس سپاهید. ما را به خیر و شما را به سلامت. تموم شد. خیلی تاثیرگذار. شاید رنا رحیم‌پور فکر می‌کنه اگر که یه سری واژه و اتفاقات خیلی بد داخل ایران رو بیاد پشت هم بذاره و خودش رو طوری معرفی کنه که در تمام این زمانها داشته به نفع مردم کار میکرده و صدای مردم رو به گوشه بقیه میرسونده، میگیم حق باشه، کاملا اشتباه کرده. چون در مورد هواپیما اوکراینی مثلا نوشته، ولی همونطور که خودتون دیدید دیگه فیلم خودشه. هواپیمای اوکراینی مقصر سرنگونیش 100% سپاه بوده. چجوری میتونی ربط بدی دونالد ترامپ؟ چجوری میتونی وقتی که مردم درخواست کمک میکنن در مصاحبه با رسانه های دیگه، با کسایی که میاری به برنامه، از شروع کنی از این صحبت کردن که به هیچ عنوان به براندازی نظام در داخل کشورمون به مردم کمک نکنی چون شرایط سخت‌تر میکنه. امثال شما بودن که خیلی خوب قانون 80-20 رو جا انداختن، قانون قدیمی جمهوری اسلامی که میگه در 80% مواقع حرف مردم رو بزن، ولی تو اون 20% که ما بهت نیاز داریم حتما سخنگوی نظام باش. در تمام موارد ما اینو دیدیم که خانم رحیم‌پور اون 20% مهم و مثل هواپیمای اوکراینی و مثل بقیه دقیقا حرف سپاه زده. نمونهش هم این فایل صوتی کلان اومده بیرون. بازم هیچ اصراری ندارم که قبول کنید، سعی کنید که خودتون یه بار دیگه فیلمو ببینید، قضاوتش با خود شما باشه. اما ممنونم که این بخش خبری رو با من دیدید. ممنون میشم اگر سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید، ویدیو رو هم لایک بزنید تا در فضای مجازی بیشتر و بهتر دیده بشه. هر جا هستید خوب و خوش و سلامت باشید. تا وعده بعدی خبری، خدا نگهدار.